آمون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل از لاهه با ما همراه هستند. خیلی خوش آمدید آقای گلریز. باب مندزم، رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، مخالفت خودش رو با ادامه مذاکرات برجام اعلام کرده. به نظر میاد شکاف بین دموکرات‌ها سر جمهوری اسلامی و چگونگی برخورد با برنامه هسته‌ایش داره بیشتر میشه. آیا این مسئله تأثیری هم روی روند مذاکرات میتونه بذاره؟ درود بر شما خانم کیانی و بینندگان عزیز. قطعا تأثیر مشخصی روی سیاست‌های آقای بایدن نخواهد گذاشت، ولی پرمعناست. ببینید، آقای منندز که در گزارش همکار شما هم بود، همون شخصیتی هست از حزب دموکرات که در سال 2015 با توافق برجام اوباما مخالفت کرد، همچنین در 2018 هم با خروج آقای ترامپ از همین توافق، و در حال حاضر هم با ادامه مذاکرات مخالفت میکنه. معمولا منندز شخصیت پرنفوذی هست در سنا که الان هم به عنوان رئیس کمیسیون خارجی سنا انتخاب شده. در عمل با این کار سه پیام رو به نظر من مخابره میکنه. یکی این که آینده این توافق اگر هم احیا بشه توسط آقای بایدن، آینده پایداری نخواهد بود. یعنی در واشنگتن اوغلا به این نتیجه رسیدند که این توافق نمیتونه حتی احیا هم کمکی بکنه به مسئله سیاست خارجی امریکا و امنیت داخلی امریکا. نکته بعدی اینه که مسئله برنامه هسته‌ای ایران تبدیل شده به یک موضوعی برای رقابت‌های سیاسی در واشنگتن در انتخابات‌های آینده‌ای که هست، همونجوری که شما هم گفتین، رقابت‌های درون حزبی و رقابت‌های میان حزب. و در نهایت هم به این معنا هستش که قانونگذارانی مثل آقای منندز به این نتیجه رسیدند که باید جلوی امتیازدهی آقای بایدن به عنوان مجری قانون رو بگیرن. از این جهت پر اهمیت این اظهارات. از طرفی هم میدونیم نماینده آمریکا در آزمایش شبکه‌سازی اسرائیل برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران شرکت داشته. این معنیش چه هست و چرا این آزمایش به صورت مخفی انجام شده؟ خبرش خب از طرف اسرائیل بیرون اومده که خودش پرمعناست. بعد از نگاه نخست، یعنی در نگاه اول اگر شما بهش به این خبر نگاه بکنید، به این معنی هستش که اسرائیل با کمک امریکا آمادگی حمله نظامی به ایران، تاسیسات هسته‌ای در ایران رو داره و از این جهت هم توسط امریکا حمایت میشه. ولی یه مقدار عمیق‌تر اگه به مسئله نگاه بکنیم، نشون میده که اتفاقا این امریکا هست که با فرستادن یک نماینده و به صورت مخفی، اراده کافی، اراده سیاسی کافی برای برخورد نظامی که اگر لازم بشه با ایران رو نداره. و در عمل این یک پیام تاکتیکی هست در خصوص مذاکرات وین و نه یک پیام راهبردی برای مسئله بازدارندگی برنامه هسته‌ای. خب با توجه به وقفه‌ای که داریم الان در مذاکرات و ضرب العجل هایی که میدونیم پیشتر برای تصمیم گیری در ارتباط با ایران وجود داشته و اولتیماتومی که در واقع داده شده به ایران و حالا تحولات منطقه‌ای هم که داریم، آیا باید واقعا انتظار یک توافق را در نهایت داشته باشیم یا نه؟ و اگر چنین هست، کدام یک از طرف‌ها فهم کنید که حاضر به نرمش خواهند شد؟ ببینید، هم بایدن هم خامنه‌ای اراده‌ای جز رسیدن به یک توافق رو از طریق همین مذاکرات ندارند. تفاوتش اینجا هستش که آقای خامنه‌ای عجله‌ای نداره. به طور مثال در ماه ژانویه، ماه گذشته، حدود 1.5 میلیون بشکه نفت رو فقط به چین تونسته بفروشه، البته با تخفیف، ولی خب به هر حال. ولی آقای بایدن این عجله رو داره و تیم مذاکره کننده‌اش که نمونه همین فشار دموکرات‌ها حتی در سنا و افکار عمومی و مشخصا هم پیشرفت‌های هسته‌ای زمان رو به ضرر بایدن تغییر داده و این تغییر زمان باعث شده که درسته که هر دو اراده دارن، ولی یکی زودتر از اون یکی میخواد سریعتر به یک توافقی برسه و از این جهت هم امتیازهای بیشتری رو بده. تشکر میکنم. همراه بودیم با دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل از لاهه.